اینجا دهلی است. سلام بر شنوندگان عزیز، امروز 28 ژوئیه 2023 میلادی است و شما سخن پراکنی برون مرزی صبحگاهی فارسی آکاشوانی را می شنوید که در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران پخش می شود. اینک توجهتان را جلب می نماییم به تازه ترین اخبار هند و جهان. گوینده محمد ولی الله ولی. اول توجه فرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر هند نرند مودی چندین پروژه عمرانی را در ایالت‌های گجرات و راجستان این کشور افتتاح نموده است. او طی خطابش به یک همایش در راجکوت گفت که سهولت و کیفیت زندگی از میان عالی ترین ارجحیت‌های دولتش می باشد. هند نسبت به صدور روادیدهای منگنایی به ورزشکاران از ایالت اروناچل پردیش این کشور اعتراض شدید خود را به چین نشان داده است. دکتر اس جیشنکر وزیر امور خارجه هند گفت که هند مبرمترین چالش‌ها را که بشریت مواجه با آن است به طور موفقیت آمیز در دوران ریاستش از گروه 20 مورد توجه قرار داده است. و کویت 5 نفر از زندانیان از جمله یک شخص مقصر بمبگذاری 2015 ادعای داعش توی یک مسجد را اعدام نموده است. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نرند مودی گفته است که سهولت و کیفیت زندگی از میان عالی ترین ارجحیت های دولتش می باشد. نخست وزیر بعد از بنیانگذاری و افتتاح نمودن پروژه های به ارزش بیش از 2000 کرور روپیه‌ای طی خطابش به یک همایش در راجکوت ایالت گجرات این کشور اظهار داشته که دولتش با تضمین حکمرانی خوب به جلو آمده. او مضافاً گفت که دولت مرکزی هند از طریق برخی از ابتکارات مرکز به مردم برای در آوردن سهولت و راحت در زندگی مردم این کشور کار می کند. پروژه هایی که دیروز توسط نخست وزیر هند افتتاح گردیده شامل اولین فرودگاه بین المللی رسمی در هیراسار نزدیک به راجکوت و دو پروژه عمرانی تحت برنامه آبیاری جاه طلبانهی موسوم به ساونی یوجنا می باشند. علاوه بر این نخست وزیر نیز سنگ بنیان پروژه های متعدد به ارزش بیش از 860 کرور روپیه‌ای را در راجکوت گذاشت. آقای جوتی رادیت سندھیا وزیر هواپیمایی کشوری دولت هند که نیز در آن جلسه حضور داشته گفت که راجکوت یک مرکز اقتصادی روبه ظهور این کشور می باشد. وزیر نامبرده نیز اعلام کرد که پروازهای جدید برای ایندار و اودیپور به زودی از راجکوت آغاز خواهد شد. نخست وزیر هند در اوائل دیروز ادعی از پروژه های عمرانی را در سیکر ایالت راجستان بنیانگذاری و به ملت اهدا نموده. این پروژه ها شامل اهدای بیش از 1.25 هزار مرکز رفاه کشاورزان نخست وزیر می باشد. او نیز 14 قسط برنامه صندوق تکریم کشاورزان نخست وزیر به ارزش 17 هزار کرور روپیه ای را به بیش از 8.5 کرور کشاورز این کشور واگذار نمود. دهلیان اعتراض شدید خود را نسبت به صدور روادیدهای منگنایی به ورزشکارانی از ایالت اروناچل پردیش هند به بیجینگ ابلاغ نموده است. آقای اریندم باگچی سخنگوی وزارت امور خارجه هند در گفتگو با خبرنگاران در دهلی نو گفت که این به اطلاع دولت هند رسیده که چین رویدادهای منگنایی به بعضی از ورزشکاران هندی که قرار بود از این کشور در رویداد ورزشکاری در چین نمایندگی کنند صادر نموده بود. او اظهار داشت که این ناقابل قبول است و هند در این مورد اعتراض شدید خود را به چین نشان داده است. دکتر اس جیشنکر وزیر امور خارجه هند گفت که هند در دوران ریاستش از گروه 20 قادر به جلب نمودن توجه به مبرمترین چالش ها شده است که بشریت دوچار آن است. او اظهار داشته که زندگی ماموریتی برای تقویت طرز زندگی سازگار با آب و هوا و مقبول و عمومی سازی ارزنها به خاطر رفع نمودن چالش امنیت غذا و بکار بردن فناوری برای دیگرگون سازی زندگانی مردم تحت فشار گذاشته است. وزیر نامبرده در روز
پنجشنبه بیانیه‌ای درباره آخرین تحولاتی در سیاست خارجی هند در وسط اعتراضات اپوزیسیون در راجسوا مجلس سنای هند ایراد نمود. کویت در روز پنجشنبه 5 نفر از زندانیان از جمله یک شخص مخاصیر دست داستانش به یک انفجار بمب انتحاری گروه داعش را اعدام نموده که در اثر آن 26 نفر جان خود را از دست داده بودند. دادستان عمومی کویت اجرایی فرمان اعدام علیه آن 5 نفر را در زندان مرکزی کویت نظارت نموده که اغلب آنها مرتکب جرم قتل بودند. پایان اخبار از آکاشوانی. خدا نگهدار شما.